بیانیه‌های تجمع حقوقدانان مستقل، حقوقدانان آزاده، انستیتو پژوهش‌ها و مطالعات عربی و جمعیت وکلای مصری در دفاع از ساکنان اشرف. محکومیت دفن مخفیانه پیکرهای 52 شهید اشرفی توسط دولت مالکی. تلاش مالکی برای پاک کردن ادله و آثار جرم در حراس از عواقب ارتکاب جنایت علیه بشریت در اشرف، ضرورت یک تحقیق مستقل و جامع از سوی ملل متحد را مضاعف می کند. جمعیت وکلای مصری برای دفاع از ساکنان اشرف و لیبرتی در برگیرنده بیش از 9000 وکیل و حقوقدان عرب از 13 کشور عربی اعلام کرد تدفین مخفیانه 52 شهید اشرفی در محلی نامشخص جنایت علیه بشریت و علیه انسانیت به شمار می آید که مشمول مرور زمان نمی شود و مالکی و عاملین این جنایت و کسانی که طرح‌های آخوندهای حاکم بر ایران را اجرا می کنند بدون مجازات نخواهند ماند. به گفته طاهر بومدرار رئیس حقوق بشر یونامی در عراق، تمامی تصمیمات مربوط به اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران باید با موافقت سفیر رژیم ایران در عراق صورت می گرفت. ما جامعه جهانی را به یک تحقیقات بین المللی درباره قتل عام 52 تن از ساکنان اشرف و تدفین مخفیانه آنها و ربوده شدن 7 تن دیگر و سپردن عاملین و طراحان و آمرین این جنایت به دادگاه جنایی بین المللی فرا می خوانیم. بیانیه تجمع حقوقدانان مستقل. ابعاد فرو رفتن در جنایات ضد بشری و نقض عمدی حقوق بشر کار دولت عراق را به جایی رسانده که اقدام به دفن 52 شهید حمله روز اول سپتامبر 2013 به اشرف بدون اطلاع به مجاهدین و بستگان شهیدان می کند. مرتکبان این جنایت می خواهند آثار جرم و جنایت علیه بشریت را از بین ببرند. ما این اقدام ضد انسانی را که جنایتی علاوه بر جنایات قبلی است محکوم می کنیم. ما جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری و مجامع حقوقی را فرا می خوانیم تا موضعی قوی در قبال دفن مخفیانه اجساد اتخاذ کنند. ما سازمان ملل و دولت ایالات متحده آمریکا را مسئول حفاظت حقوق سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن در قبال این گونه تجاوزها می دانیم. بیانیه سازمان حقوقدانان آزاده. حکومت مالکی پیکر 52 شهید را که در جنایت اول سپتامبر در اشرف به شهادت رسیدند بدون حضور سازمان ملل و خانواده هایشان در محل نامعلومی دفن کرد. این در حالی است که نمایندگان ساکنان در عراق و خارج از عراق در 5 ماه و نیم گذشته در صدها فراخوان و در ارتباط با مقام های عراقی و آمریکایی و ملل متحد در لیبرتی و بروکسل و پایتخت های اروپایی خواستار تحویل پیکرهای شهیدان به خانواده ها و یارانشان در لیبرتی شدند. مالکی در حراس از عواقب جنایت ضد بشری که مرتکب شده در تلاشی مذبوحانه می خواهد همه ادله و آثار جرم جنایت را پاک کند. به همین خاطر ما بر ضرورت تحقیق مستقل و جامع از طرف سازمان ملل درباره جنایت در اشرف در اول سپتامبر 10 شهریور تأکید می کنیم. سازمان حقوقدانان خواهان انتقال پرونده این کشتار و دفن مخفیانه از طرف شورای امنیت به دادگاه جنایی بین المللی است. بیانیه انستیتو پژوهش‌ها و مطالعات عربی. روز 2 سپتامبر یونامی شهدای حمله به اشرف را به دولت عراق تحویل داد، اما دولت عراق با اقدام ارتکاب جنایت دیگری که در نوع خود از فجیع‌ترین جنایت‌ها از منظر حقوق بشر است اقدام به دفن این شهدا به طور مخفیانه کرد که هدف آن از بین بردن آثار و نشانه های این جنایت زشت است تا دست های آغشته به خون مجاهدان شریف اشرفی را بشوید. این جنایت دیر یا زود منجر به مجازات دولت عراق و رژیم آخوندها خواهد شد. باید که یک تصمیم و اراده روشنی برای اجرای تحقیقات در رابطه با این کشتار از سوی دادگاه بین المللی جنایی اتخاذ شود. سازمان ملل نمی‌تواند مسئولیت خودش را در این زمینه نادیده بگیرد.